به دیوار قفس بشکستم بال و پر خود را، زدم تنهای تنها ناله های آخر خود را. درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم، درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم، که آبم کرده و آتش زدم پا تا سر خود را. قفس را در گشوده صید را آزاد بگذارید، که در کنج قفس نگذاشت جز مشت پر خود را. کنیزان لحظه ای آرام، کنیزان لحظه ای آرام، شاید بشنوم یک دم صدای ناله جانسوز زهرا مادر خود را، صدای ناله جانسوز زهرا مادر خود را. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری. امیدوارم در هر جای عالم هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه لباس عافیت به تن داشته باشین. و همچنان تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جواد الائمه علیه السلام را. اولا خدمت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، و ثانیا خدمت شما ارادتمندان آن حضرت. با احترام افتخار در خدمت کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی مطهری هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین جناب. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستاندرکاران شبکه خوبی حادثی، و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه، محضر فرزند بزرگوارش حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه مؤمنین و شیعیان آن حضرت. از خداوند میخواهم به همه ما در دنیا توفیق شناخت آن حضرت، اطاعت و زیارت آن حضرت، و در آخرت رسیدن به شفاعت آن مولا را عنایت کنند ان شاء الله. در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از شما جناب استاد. جناب استاد، ایام متعلق است به جواد الائمه علیه السلام. خواهش میکنیم یک نگاه گذرایی در رابطه با زندگی آن حضرت داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. آقا امام جواد صلوات الله علیه، فرزند بزرگوار حضرت امام هشتم امام رضا صلوات الله علیه هست، که در سال 195 هجری به دنیا آمد و این عالم را با قدوم مبارکش روشن ساخت. همونطوری که عرض کردم، پدر بزرگوارش حضرت امام هشتم امام رضا علیه السلام، مادر بزرگوارش حضرت سبیکه، که حالا اسامی دیگرم برای آن خاتون بزرگوار و بیبی بزرگوار ذکر کردن. هرچند در رابطه با ایام ولادت حضرت و اختلاف، بعضی ها ماه مبارک رمضان گفتن و بعضی ها ماه مبارک رجب گفتن، خب به هر حال آقا امام جواد صلوات الله علیه اولین فرزند آقا امام رضا است، که خیلی در واقع از امام رضا سلام الله علیه سن زیادی گذشته بود، یعنی بیش از 40 سال حضرت امام رضا سلام الله علیه عمر داشت و دارای فرزند نشده بود. و از این جهت یک عده‌ای از شیعیان و مؤمنین نگران بودن که حالا امام که فرزند نداره چه کار میشه، بعد از امام ولی ما یا وصی امام یا امام برحق یا جانشین امام کیه. خب نگرانی های وجود داشت، ولی خب خود آقای امام رضا سلام الله علیه با علم امامت میدانست که چه خبره. و ما روایتی از موسی بن جعفر صلوات الله علیه داریم که حضرت بشارت داده بود در روایتی به یزید بن سلیت، میگه آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود که امر امامت بعد از من به فرزند علی، ولی مضمون کلام حضرت اینه، به فرزند علی واگذار میشود، ولی این عبارت اینه. بعد فرمود که ای یزید، وقتی که بعد از من او را ملاقات کردی، سلام ما را به او برسان، به او مژده بده که پسر امین مأمون و مبارک برایش متولد خواهد شد. بعد این نکتهش اینجا مهمه. بعد حضرت می فرماید که
او یعنی فرزندم به تو خبر میدهد به تو یزید که تو مرا ملاقات کردی، به او بگو، به او بگو کنیزی که از آن پسر به دنیا می آید از بستگان ماریه قبطی، ماریه قبطی همسر نبی مکرم اسلام است. بعد می فرماید سلام مرا به آن بانو برسان. که در واقع در این کلام دو چیز مشهود و واضحه، دو تا نکته وجود داره. یکی این که امام رضا سلام الله علیه می دانست که خدا برای او فرزند عنایت خواهد کرد، از این جهت نگران نبود. و ثانیاً جایگاه و عظمت مادر آن حضرت را می رسانه که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه سالها قبل از این که امام رضا به دنیا بیاید، حضرت موسی بن جعفر یعنی جد بزرگوار آقای امام جواد، قبل از این که آقای امام جواد به دنیا بیاید، آقا موسی بن جعفر سلام به مادر بزرگوار امام جواد رسانده و ابلاغ کرده. به هر حال و امام رضا سلام الله علیه هم در رابطه با امام جواد و در رابطه با مادر بزرگوارش کلماتی داره، کلماتی گوهرباری داره. در رابطه با آقا امام جواد علیه السلام میفرماید که فرزندی بهتر از این فرزند یا با برکت تر از این متولد نشده. که اینجا دو تا نکته وجود داره، یا اینکه بگیم مراد امام رضا علیه السلام که میفرماید مولودی با برکت تر از این مولود به دنیا نیامده، مراد اینه که در غیر خاندان ائمه به دنیا نیامده. و الا خب وجود مقدس پیغمبر اکرم و حضرت امیر و حضرت زهرا ائمه معصومه خب مثل امام جواد، بلکه حضرت امیر سلام الله علیه خب افضل از امام جواد صلوات الله علیه. و این که آقای امام رضا میفرماید مولودی با برکت تر از این به دنیا نیامده، شاید ناظری بر این که در غیر خاندان ائمه، این احتمال اول. و شاید هم بشه که بگیم مراد آقای امام رضا سلام الله علیه از این کلمه اینه که حضرت میفرماید که در عصر من امام رضا مولودی با برکت تر از این به دنیا نیامده. یعنی وقتی امام رضا سلام الله علیه به دنیا میآید خب تا 40 سال، حضرت میفرماید خب مرادش این باشه که مولودی با برکت تر از این در عصر امام رضا به دنیا نیامده، خصوصا به خاطر این که یک عده زیادی شکاکان، منحرفین و مخالفین خاندان اهل بیت خوشحال بودن و گاهی بالاخره آقای امام رضا را شماتت میکردن، ابتر میگفتن، همونطور که به نبی مکرم اسلام منافقین و مشرکین میگفتن. و با آمدنی یا با تولد حضرت امام جواد صلوات الله علیه خب دهن بدخواهان بسته میشه و مایه چشم روشنی آقا امام رضا سلام الله علیه میشه و مایه چشم روشنی شیعیان آن حضرت. لذا آقای حضرت امام جواد صلوات الله علیه در سن 8 سالگی به امامت میرسه و در زمانی که حضرت به دنیا میآید و مدت عمرش 25 ساله، در این مدت هم با دو تا خلیفه عباسی به نام مأمون و معتصم مقارن و معاصر و همعصر بود و زندگی کرد. خب مثل اجداد بزرگوارش زندگی حضرت مراحلی داره، موضع‌گیری هایی داره که بالاخره بازم توسط معتصم و به دستور ایشان و با کمک پسر مأمون و دختر مأمون که همسر امام جواد بود، آقای امام جواد را به شهادت میرساند و مسموم میکند. حالا عرض کردم که آقای امام جواد صلوات الله علیه مثل اجداد بزرگوارش زندگیش دارای فراز و نشیب، ابعاد و جهتهای مختلفه که انشالله تا زمانی که وقت ما را یاری میکند در خدمت شما خواهیم بود. خواهشمندم از شما این که برای ما بیان بفرمایید از جایگاه علمی امام و شاگردان امام. ببینید در رابطه با جایگاه علمی حضرت امام جواد صلوات الله علیه، از آنجایی که ما یک دلیل عقلی داریم و خب ادله این عقل هم که لا ماشاءالله زیاده و خب چون امامت و رهبری یک جامعه، اونم امامت به این معنای مصطلح، این معنایی که وصی پیغمبر باشه و اونم منصب الهی که در ابعاد مختلف یا به تعبیر دیگر در تمام جهات حجت الله و واجب الاطاعه باشه، خب قطعا از لازمش اینه که آگاهی به تمام ابعاد زندگی مردم داشته باشه از جهات علمی، چه در بعد مثلا احکام و
تفسیر و قرآن و امثال و تمام ابعاد علمی رو باید داشته باشه، و الا نمیتواند که حجت مطلقه الهی بر مردم باشه یا واجب الاطاعه باشه در تمام جهات. اگر در مورد امام نداند یا خطا کنه، نه، امام چون معصومه و خدمت شما عرض کنم مانند پدران بزرگوارش صلوات الله علیه مجمعین از علم لدنی و خدادادی و عنایتی برخورداره که ما این رو در زندگی حضرت و در تاریخ هم مشاهده میکنیم. از جمله وقتی که آقا حضرت امام جواد صلوات الله علیه چون کوچک بود نسبتا به سن امامت رسید، و یک عده شبهه میکردن، خب آدم کوچیکه، همونطور که با خود امام رضا علیه السلام گفتن آقا فرزندت کوچیکه، بعد شما چطور میتونه امام باشه؟ حضرت فرمود که او خدایی که حضرت عیسی را، مضمون کلام حضرت اینه، اون خدایی که حضرت عیسی را در گهواره تازه به دنیا آمده بود به عنوان نبی و حجت خود قرار داد، نمیتونه یک پسر 8 ساله قرار بده؟ یا حضرت زکریا، حضرت یحیی علیه السلام را، یا حضرت سلیمان علیه السلام که در سن کوچکی به عنوان وصی در واقع پیغمبری قبلی یا خودش به عنوان یک پیغمبر بود؟ خب حاکی از اینه که خداوند تبارک و تعالی میتونه که این کار را بکنه، یعنی توانایی در واقع امامت و رهبری رو به یک والا پسر 8 ساله باشه عنایت کنه. ولی لذاست که در مراحل مختلف مردم هم در زمان امام رضا علیه السلام و هم بعد از امام رضا علیه السلام امام جواد صلوات الله علیه را امتحان کردن و تا اینکه یقین پیدا کردن به امامت آن حضرت. از جمله بگید اشکال کردن که چطور ایشان میتونه که به اعتراض به مأمون داشتن، وقتی مأمون خلاصش اینه که حضرت رو دعوت کرد در بغداد و میخواست دخترش رو به ازدواج امام جواد در بیاره، خب حضرت قبول نکرد، تا اینکه خب بگید اومدن حضرت قبول کرد و هر حال یکی از عباسی‌ها اعتراض کردن که چرا این کارو میکنید، و این مفصل من خلاصش بگم که شون چیزی از نوجوانه یا مثلا بچه نسبتاً حالا جوانی که از احکام دین و آداب زندگی و معاشرت و سیاست اینا چیزی سر در نمیاره. مأمون گفت خب برای اینکه یقین شما ثابت بشه جلسه ای تشکیل میدیم سوال کنن. به هر حال خب جلسه ای تشکیل میشه، عباسیان کسی به نام یحیی بن اکثم که از دانشمندان آن عصر بود دعوت کرد و آوردند. جلسه ای ترتیب شد، آقا برای آقا امام جواد صلوات الله علیه یک جایی در صدر مجلس تعیین کردن، حضرت تشریف آورد و نشست. بعد خب مأمون رو کرد به یحیی بن اکثم که یحیی بن اکثم گفت اجازه بده از این آقا سوال کنم، سوالاتی داشته باشم. مأمون گفت از خودش اجازه بگیر. بس یحیی بن اکثم رو میکنه با آقا امام جواد، یعنی اجازه میده سوالی بپرسم؟ حضرت میفرماید اگر دوست داری بپرس. مضمون کلام حضرت اینه و سوال میکنه، از جمله سوالاتش اینه که آقا جان چطور کسی که در حال احرام صید کنه حکمش چیه؟ کسی که حج میره محرم میشه، که یکی از محرمات احرام اینه که حاجی نمیتواند صید کنه، شکار کنه. بعد حضرت امام جواد سلام الله علیه خب یه سوال رو مفصل، حالا من بعضی فروعاتش رو بیان میکنم، که حضرت سوال میکنه که این شخص که صید کرده در حرم بوده، داخل حرم بوده، در حرم بوده یا بیرون از حرم، محرم بوده، چه صید کوچک بوده، بزرگ بوده، پرنده بوده، غیر پرنده بوده، این صیاد طفل بوده، بزرگ بوده، عبد بوده یا آزاد بوده، اولین بار بوده یا مراتب بعدی بوده، توبه کرده یا توبه نکرده، یا از کارش پشیمون شده یا پشیمون نشده. تا این خوبی فروعاتی که میگه، یحیی بن اکثم با همین که متوجه میشه امام سلام الله علیه سوالشان را بیش از 10 تا فرع برایش درست کرد، بیش از 10 تا شاخه برایش درست کرد، آثار شکست در چهرهش ظاهر میشه و خوب اقرار میکنه به عظمت علمی آقا امام جواد صلوات الله علیه. و بعدم حضرت خب به هر حال حضرت میفرماید که اجازه میدید من از شما سوال کنم؟ ایشان با کمال در واقع شرمندگی یا در واقع شکست ظاهری که در مقابل امام خورده بود، می خب تعبیر چی اینه که جانم به فدایت بپرس، حالا بلد بودم بیان میکنم، بلد نبودم از شما استفاده میکنم. حضرت یک سوالی از ایشان میپرسه که الانم بعد از سوال میکنه که
بالاخره سوال شاید طولانیه، شاید بجوابش لازم نیست. مراد اینه که ما مناظرات علمی امام را زیاد داریم که با اشخاص مختلف از جمله با عمویش و با کسان دیگر مناظره کردن و خب عظمت علمی امام برای همه چی آشکار شدن و هم در تاریخ داریم، در بعضی روایات هم داریم، و این که دلیل عقلی داریم که باید امام نسبت به دیگران اعلم باشه که ما اینو در حدیث ثقلین یا ثقلین از نبی مکرم اسلام هم داریم که حضرت فرمود من دو چیز گذاشتم، قرآن و عترت. یعنی ائمه وقت حضرت امام جواد جزء عترته یا از عترته باید مثل قرآن باشه. بعدم نبی مکرم اسلام فرمود که خب یک معنای روایت اینه که خب قرآن و قرآن علمی ترین کتاب و ائمه اعلم الناسه. و خب نکات دیگر هم در این روایت وجود داره. خب یک شمینه که امام عالم به همه چیزه، به اذن پروردگار عالم، به لطفی که خدا در حق ائمه داشتن، عالم به همه امور، اگر بخواهد به اذن پروردگار عالم همه چیز رو میدانه. بله، سپاسگزارم شما جناب استاد. بیان فرمودید که امام جواد علیه السلام در سن کمی به امامت رسید. ما موقعی می نگریم با اینکه به همین سن کمی به امامت رسید، موضع‌گیری های مهم و جالبی داشتن. لطف بکنید یکی از موضع‌گیری های سیاسی امام جواد علیه السلام را برای ما ارائه بفرمایید. ببینید، یک عده خیال می‌کردن چون امام جواد علیه السلام کوچیکه، اندر سنی جوان یا نوجوانه، از امورات اجتماعی و سیاسی سر در نمیارن، لذا دشمنان از یک طرف دشمنان صریح و یک عده دیگر هم در واقع منافقینی که میخواستن در کنار امام به تعبیر خودشان، یعنی یا اون چی که برای خودشان خیال بافی کرده بودن، از کم تجربگی امام برای به نفع خودشان استفاده کنن. منظرشون این بودن که امام تجربه ای نداره، چیزی نمیدونه اینا. اما امام سلام الله علیه موضع گیری هایی داشتن که خب نقشه های آنها را نقش بر آب کردن. از جمله موضع گیری امام در رابطه با در واقع ازدواج آن حضرت با دختر مأمونه، که مأمون وقتی که امام را از مدینه دعوت کرد در بغداد، خب پیشنهاد کرد که دخترش را به عنوان همسرش قبول کنه. یعنی دختر مأمون رو امام جواد قبول کنه به همسری. ببینید، این از یکی از مهمترین موضع‌گیری امامه. امام قبول میکنه. دو تا نکته مهمه یا پیامد مهمی در ازدواج، در این امر ازدواج امام وجود داشته. یکی اینه که امام خواست که خودش را، جان خودش را از شر مأمون که قاتل امام رضا سلام الله، قاتل پدر امام جواد بوده، حفظ کنه. اگه امام قبول نمیکرد، در واقع آنها این رو حمل بر همون عداوتی که با پدران حضرت داشته و خود حضرت، قطعا امام علیه السلام از شر اونها در امان نبود و به شهادت میرسید. امام سلام الله علیه این رو قبول میکنه تا خودشان رو چی؟ جانش رو از شر اونها حفظ کنه. و نکته دوم این که با این وصلت یک سهولتی برای شیعیان امام، یک راحتی برای شیعیان امام به وجود آمد که امام در واقع از نظر ظاهری میشه جزء مقربین دستگاه خلافت و دستگاه حکومت و دولت، و شیعیان امام در بسیار از موارد در واقع جانشان، مالشان از جهات مختلف حفظ شدن. یعنی وقتی امام خب به خاطر حفظ شیعیانشان گاهی دستوراتی میدادن، مثلا خواهش هایی میکردن از حکومت وقتی از مأمون و مثلا امثالهم، حرف امام مطاع بود، یعنی قبول میکردن حرف امام علیه السلام. چون دغدغه ائمه معصومه علیهم السلام در طول تاریخ مهمترین دغدغه‌اش این بوده که در کنار هدایت معنوی شیعیان و دوستانشان، جان آنها را حفظ کنند، امنیت آنها را، اقتصاد آنها را از جهات مختلف، یعنی در ابعاد مختلف زندگی امام صلوات الله علیه یا ائمه معصومه علیهم السلام متوجه زندگی مردم بوده و در ابعاد مختلف سعی میکردن که مردم را حفظ کنه و دستشان را بگیرن. ولی ازا این موضع‌گیری یکی از موضع‌گیری های امام. و مثلا یا در وقتی این بحث ازدواج حضرت پیش میاد،
مأمون و امثال هم تصمیم گرفتن که امام علیه السلام را خب یک جلسه بسیار مفصل یا جشن عروسی بسیار مفصل با اون رسم و رسومی که بین خودشان بودن از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر و امثال هم برگزار کنه تا هم وجهه امام را خراب کنه و هم این که بگه یعنی امام به این راضیه خود امام جواد علیه السلام و هم این که کارهای خودشان را توجیه کنه ولی امام سلام الله علیه جلوی آنها استاد میشه که ما هرگز چنین کار قبول نداریم و مأمون نمیتواند که در واقع مشروعیت حکومت خودش را چون اگر این کار میشد و یک عده شیعیان کار نسبتاً خیلی متوجه مسئله نبودن امام رو میدیدن خب دیدشان نسبت به امام خراب میشدن چون به تعبیر ساده مردم هست که مردم عقلشون در چشمشانه بله و خیلی ها نمیتونه تحلیل کنه تمام ابعادش رو در نظر بگیره وقتی ببیند زندگی امام این گونه است یا این تونه جشن گرفته قطعا ذهنیت منفی برایشان نسبت به امام ایجاد میشدن ولی خب امام سلام الله علیه کار میکنه که هرگز تحت در واقع این امر و این دستور نمیره و با هم آسمان قصیده ای از بیکرانیش جهت برگزاری جشن عروسی باید پر از اسراف و تبذیر را یا مثلا چیزی که منافات داره با شأن امام معصوم علیه السلام چی برگزار بکنه امام مخالفت میکنه لذاست که از موضع گیری امام و در ابعاد مختلف دیگری هم وجود داره که حالا کسانی آمدن امام علیه السلام به نظر خودشان که امام حالا جوان نمیدانه چیزهایی را یا تجربه کافی نداره در امورات اجتماعی و سیاسی خب می آمدن پیشنهادهایی به امام علیه السلام می دادن گاهی امام را به این نحوی تحریک می کردن علیه حکومت وقت گاهی مثلا می خواستن از نام امام سوء استفاده کنه و همز که بعض جاها بوده خب امام سلام الله علیه اینجا خیلی زیرکانه و دقیق در مقابل آنها می استادن و آنها را ترد می کردن و رد می کردن انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که ما گام به گام و قدم به قدم راه اهل بیت علیهم السلام را ادامه بدیم بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه داریم انشاءالله بعد از وقفه با ادامه بحث ما در خدمت شما خوبان خواهیم بود ای انس و جان گدای تو یا حضرت جوان شرمنده عطای تو یا حضرت جوان ای انس و جان گدای تو یا حضرت جوان ای انس و جان گدای تو یا حضرت جوان شرمنده عطای تو یا حضرت جوان شرمنده عطای تو یا حضرت جوان دائم ذکر خلق گره باز می کند دائم ذکر خلق گره باز می کند دست گره گشای تو یا حضرت جواد دست گره گشای تو یا حضرت جواد یا حضرت جواد یا حضرت جواد زیباترین دعای سماواتیان بود زیباترین دعای سماواتیان بود
مدح تو و ثنای تو یا حضرت جواد، مدح تو و ثنای تو یا حضرت جواد. پیش از شب ولادتم ای آشنای دل، پیش از شب ولادتم ای آشنای دل، دل بود آشنای تو یا حضرت جواد، دل بود آشنای تو یا حضرت جواد، یا حضرت جواد، یا حضرت جواد. چون آیه های نور پدر بوسم زند، بر روی دل ربای تو یا حضرت جواد، بر روی دل ربای تو یا حضرت جواد. زوار پانهن به بال ملائکه، زوار پانهن به بال ملائکه، در صحن با صفای تو یا حضرت جواد، در صحن با صفای تو یا حضرت جواد، در صحن با صفای تو یا حضرت جواد، یا حضرت جواد، یا حضرت جواد. تو کیستی همیشه جواد الائمیم، تو کیستی همیشه جواد الائمیم، من کیستم گدای تو یا حضرت جواد، من کیستم گدای تو یا حضرت جواد. جود است و جود گشت و کرامت نهاده است، جود است و جود گشت و کرامت نهاده است، رخ بر در سرای تو یا حضرت جواد، رخ بر در سرای تو یا حضرت جواد، یا حضرت جواد، یا حضرت جواد. جود است و جود گشت و کرامت نهاده است، سر بر در سرای تو یا حضرت جواد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد داریم خدمت همه شما عزیزان. خب جناب استاد، در رابطه با مقام علمی امام صحبت کردین و بیان فرمودین که از چه جایگاهی برخورداره. خب لطف بکنید برای ما از شاگردان امام هم بیان بفرمایید که چه شاگردانی تربیت کردن، در چه مقام بودن و در چه سطحی بودن. ببینید، تمام ائمه معصومه علیه السلام، یکی از مهمترین در واقع دغدغه‌هایشان این بودن که معارف دین را به مردم انتقال بدن. و ما در زندگی حضرت امیر سلام الله علیه داریم که اصحاب خاصی داشتن، شاگردانی داشت حضرت، که حتی گاهی حضرت به سینش اشاره میکند که انها هنا لعلما جما، اینجا علوم انباشته شده. کاش قلب سینه ای پیدا میکردم که این علوم را به او انتقال میدادم. آقا امام حسین ائمه معصومین همه، ولی خب شرایط بعد از پیغمبر گرامی اسلام در واقع طوری شد که جو خفقان در جامعه حاکم شد در زمان ائمه معصومین تقریبا همه، که نتوانستند اونطوری که میخواستند معارف دین را به مردم انتقال بدن و شاگردان را پرورش بدن. ولی خب تلاش کردند. چرا؟ هر کدام از ائمه اصحاب شاگردان خاصی داشتن، خصوصا در عصر امام صادق و امام باقر صلوات الله علیهما، که
حکومت بنی امیه رو به زوال بود که در زمان امام صادق زائل شد و حکومت بنی عباس تازه کم کم میخواست شکل بگیره که نوپا بود، خیلی متوجه این دوتا امام بزرگوار نبودن. این دوتا امام بزرگوار از فرصت استفاده نمودن و شاگردان زیادی را با توجه به ظرفیت زمانی و در واقع شرایطی که وجود داشت تربیت کردن در ابعاد مختلف که تا 4000 شاگرد رو برای امام صادق سلام الله علیه گفتند. ولی خب ائمه دیگر صلوات الله علیهم اجمعین هم به اندازه در واقع مساعد بودن شرایط این کار کردند. از جمله خود آقای امام جواد صلوات الله علیه با اینکه مجال برای امام سلام الله علیه زیاد نبود 110 تا شاگرد در ابعاد مختلف تربیت نموده که شاگردان حضرت هم زیاده، مثل عبدالعظیم حسنی، ابو حاشم جعفری، علی ابن مهزیاره، زکریا ابن آدم، فضل ابن شازان الی آخر، که 110 نفر که از شاگردان معروف امام صلوات الله علیه و از اصحاب آن حضرت شمرده میشه. نکته مهمی که ما در واقع با توجه به این نکات و این بود از ابعاد زندگی ائمه علیهم السلام به او میرسیم این است که اهمیت در واقع یادگیری معارف دین و اهتمام به یاد دادن، تعلیم و تعلم معارف دین. ما در روایت از نبی مکرم اسلام داریم، در روایت از حضرت امام باقر صلوات الله علیه داریم که حضرت امام باقر سلام الله علیه میفرماید الکمال و کل الکمال، تمام کمال. وقتی حضرت میفرماید کمال و تمام کمال در اینه که یک التفقه فی الدین، معارف دین رو یاد بگیریم، کل کمال در اینه. دوم و صبر علی النائبه، تحمل و بردباری و صبر در مشکلات. سوم و تقدیر المعیشه، میانه روی در یا اقتصادی در و زندگی، اقتصاد یعنی میانه روی، اعتدال، اعتدال در اقتصاد. توجه دارین؟ مهمترین نکته که میفرماید التفقه فی الدین، یا در جای دیگر داریم که ایمان عبد کامل نمیشود مگر اینکه تفقهی در دین و دو تا امر دیگه هم داشته باشه. و آقای امام جواد صلوات الله علیه مثل اجداد بزرگوارشان در این امر در واقع به این امر توجه خاص داشته و اهتمام خاص میده و شاگردانی خوبی و مهم را تربیت میکنه که عده کثیر آنها از اصحاب امام بوده و معارف الهی را در واقع با آنها و توسط آنها به جامعه بشری و به مؤمنین چی انتقال میده. بله، سپاسگزارم شما جناب استاد. خب جناب استاد، ما موقعی به زندگانی اهل بیت علیهم السلام مینگریم و به زندگانی پیامبران الهی، میبینیم که در عصر و در دوره همه پیامبران یک فرقه های منحرف و یک فرقه های مخالف بودن که همیشه در مقابل پیامبران می ایستادن و مقابل پیامبران صحبت میکردن. لطف بکنید برای ما بیان بفرمایید که مبارزات امام جواد علیه السلام با فرقه های ضاله چطور بوده، با فرقه های منحرف. در رابطه با زمان امام جواد سلام الله علیه عرض کنم که در تمام اعصار خطوط باطل، فرقه های ضاله در مقابل در واقع مکتب حق و مدرسه حق وجود داشته و داره و خواهد داشت. انبیا برای همین آمدن، ائمه معصومین، اولیا برای همین آمدن که با این در واقع مکتب زاله و فرقه های زاله چی مبارزه کنه. در زمان امام جواد صلوات الله علیه این فرقه هایی به وجود آمد که فرقه اهل حدیث بود، واقفیه بود، زیدیه بود، غلات بود، که این 4 تا فرقه از فرقه های منحرف و امام جواد علیه السلام هم با آنها مبارزه میکردن. اهل حدیث کسانی بودند که مجسمی مذهب بودند، که برای خدا جسم قائل بودن. امام علیه السلام مؤمنین و شیعیان را انذار میکردن و تحذیر میکردن که مبادا پشت آنها نماز بخوانید و با آنها معاشرت کنید. یعنی اینها از نظر امام به عنوان حجت خدا مردوده. یا مثلا واقفیه کسانیه که بعد از شهادت موسی بن جعفر صلوات الله علیه امام هفتم، امامت امام رضا سلام الله علیه را انکار کردند. خب یک مذهبی تشکیل دادن که اینها در عصر امام جواد صلوات الله علیه در واقع داشتن یک کار میکردن، زحمت میکردن، بخواستن مسیر امامت رو عوض کنن، همونطور که تلاش داشتن. ولی امام سلام الله علیه هم اینجا با اینها
مبارزه میکردن و با روشنگری و بیان واقعیت ها و اینکه مردم حجت خدا را بشناسه، اون حجتی که ایمان مردم، اعتقاد مردم، اعمال مردم به وسیله اون امام تصحیح میشه یا در واقع ثمر میده یا مورد پسند و رضایت پروردگار عالم هست، مردم را با آن سمت و سو سوق میدادن و از جریان انحرافی که به وجود آمده بود مردم را واقف و آگاه میکردن. یا فرقه دیگری که بود غلات بود، یا غالیان، کسانی که برای ائمه مقام الوهیت و خدایی میدادن، احادیث جعل میکردن. ائمه علیهم السلام همه ایشان از حضرت امیر سلام الله علیه گرفته تا زمان امام حسن عسکری که امام در بین جامعه بودن، خب مردم را بر حذر می داشتن از این که اینا برای ائمه مقام الوهیت بده یا به تعبیر دیگر خدای خود و معبود خود قرار بده. لذا امام علیه السلام با اینها، امام جواد و ائمه معصومین مبارزه می کردن که نه، ائمه عبد خداست ولی حجت خداست، واسطه بین خالق و خلقه. و از جمله فرقه هایی که امام صلوات الله علیه با اینها مبارزه می کردن زیدیه بودن، اونایی که بعد از امام سجاد صلوات الله علیه زید را به عنوان امام قبول داشتن. خب باز امام سلام الله علیه، امام جواد، خب مردم را توضیح میدادن، برایشان توضیح میکردن که زیدیه فرقه منحرف است و اهل آتش. لذا به تعبیر کوتاه این که تمام در واقع جریانات منحرف که در زمان ائمه معصومین و امام جواد وجود داشتن، ائمه معصومین یکی از توجهاتش، یکی از ابعادی که توجه خاص داشتن به همین فرقه بوده، به همین فرقه های باطل بودن که با آنها مبارزه میکردن و مردم را روشن میکردن و هدایت میکردن که مبادا مردم در دامی در واقع این مذاهب منحرف و این مکاتب انحرافی بیفته و از مسیر حق منحرف بشن، که در این راه زحمات زیادی میکشیدن. در واقع هم گاه پولها خرج میکردن ائمه معصومین، نفر میفرستادن، مبلغ میفرستادن، خودشون مناظرات علمی میکردن، بله به وزیرگیری‌هایی داشتن تا اینکه مردم رو هدایت کنه. که در تمام این حرکات ائمه معصومین علیهم السلام مهمترین درس برای ماست، که امروز هم رسالت مهم ما همینه که ما با توجه به شرایطی که به وجود آمده و در واقع میبینیم که فتنه های هر روز فتنه جدیدی به وجود میاد، ادعای مهدویت میکند، ادعای بالاخره کذایی و امثال هم جریاناتی به وجود میاد که باعث تضعیف اعتقادات مردم یا در واقع از بین بردن اعتقادات مردم میشه. وظیفه مردم، مؤمنین، علما، اهل مسجد و منبر و امثال هم اینه که حق را یاد بگیرن، بفهمن و به دیگران بفهمانن و به جوانانشون چی تعلیم بدن و از وجود علما و در واقع مبلغین دین استفاده کنن. و فردای قیامت هم خدا سوال میکنه، یکی از چیزهایی که فردای قیامت در واقع میگه شکایت میکنه عالمه در بین جامعه، که از اون عالم اگر استفاده نشه. لذا ما سعی کنیم که از وجود کسانی که در واقع در جامعه ان برای ارشاد مردم و بیان ارزش‌های دینی و انتقال معارف دینی به مردم استفاده کنیم، تا مبادا که در نسل‌های ما، فرزندان ما بعد از ما، انحرافاتی به وجود بیاد که ما در واقع مقصر باشیم و تقصیر کرده باشیم. انشاءالله. سپاس دارم شما جناب استاد. جناب استاد، ما در زندگانی اهل بیت و امامان معصوم که باز هم می‌نگریم یا پیامبران الهی می‌بینیم که همیشه در بین مردم بودن و ارتباط با مردم داشتن، در بین جامعه بودن. دلیلی که امام جواد علیه السلام از طریق سازمان وکالت ارتباط با مردم داشت چی میتونه باشه؟ ببینید، بحث یک بحث حضور امام در جامعه است. بله. که امام ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه حضور داشته. حضور داشته باشه. سازمان وکالت از زمان امام صادق سلام الله علیه تأسیس میشه و بعد از آن حضرت توسط ائمه معصومین بعد از اون امام استحکام پیدا میکنه که دو تا جهت عمده را میتونه داشته باشه، یا دو تا در واقع دلیل مهم میتونه این حرکت ائمه معصومین و موضع‌گیریشون میتونه داشته باشه. یکی این که خب مردم از همه جای عالم نمیتونستن به امام دسترسی داشته باشه. برعکس مثلا فرض کن اگر امام مدینه بود، در جاهای مختلف دنیا مثل یمن و چی میگن ایران و افغانستان و سوریه و مصر و کجا جای دورتر حبشه اونجا که مؤمنین بودن یا در عراق، خب نمیتونستن مردم همه برن مستقیم از امام سوال کنن، این نظام زندگی تعطیل میشد.
ولی زا خب امام ائمه معصومین علیهم صلوات الله وکلایی داشتن، معتمدینی داشتن که اینا مورد اعتماد امام بودن، از ائمه معصومین در واقع علومی به دست آورده بودن که اینا از مورد وثوق و اطمینان ائمه معصومین بودن، میرفتن کلام ائمه رو به عنوان راویان حدیث، به عنوان پیام رسانان ائمه علیهم السلام برای مردم نقل میکردن و مردم هم از طریق همین ها با امام ارتباط داشتن، وجوهاتشان را، هدایایشان را و امام ارسال میکردن، سوالاتشان هم از طریق آنها چی؟ سوال میشدن و ائمه جواب میدادن. نکته دومی که به عنوان دلیلی بر این یا فلسفه در واقع شبکه وکالت یا سازمان وکالت میتونه وجود داشته باشه اینه که مردم کم کم به این باور باید برسه که لازم نیست همیشه امام در بین مردم ظاهر و حاضر باشه. لذا یکی از مهمترین فلسفه تشکیل سازمان وکالت توسط ائمه معصومین علیهم السلام آمادگی مردم نسل‌های بعد برای زمان غیبت امام زمان علیه السلام بود، که اگر مثلا تا زمان امام حسن عسکری اگر مردم همه خب به امام دسترسی می داشت و در بین امام در بین مردم حضور می داشت و ظاهر می بود کاملا، یک دفعه مردم مواجه می شدن به عصر غیبت، خیلی ها از دین منحرف می شدن، سرگردان و حیران و ناامید. لذا وقت سازمان وکالت تأسیس می شه، بعد ائمه بعد از امام صادق سلام الله علیه هر چی به عصر غیبت امام نزدیکتر می شه روی این مسئله توجه خاصی داشته، دقت بیشتر میکرده و در امورات مختلف، با اینکه گاهی میتونسته امام مثلا خودش در بعضی‌ها حضور پیدا کنه، خودش میتونسته به این جامعه ظاهر بشه، ولی از طریق وکلا و معتمدینش پیامش رو به مردم میرساندن، معارف دین رو به مردم در واقع توسط اینها ابلاغ میکردن، میرساندن و واجبات مالی مردم را یا مثلا وجوهات شرعی مردم را توسط آنها امام اخذ میکردن یا گاهی توسط اینها به مصرف میرساندن، با اینکه امام خودش میتونست، خودش در موارد متعدد میتونست حضور پیدا کنه. این فقط برای این بودن که مردم کم کم آمادگی پیدا کنه، این آمادگی رو پیدا میکنه به نسل بعدی، به فرزندش نقل میکنه که در زمان ما مثلا فرض کن وکلای امام جواد اینطوری بودن، مثلا از طریق امام با از طریق وکلا با امام ارتباط داشتیم، تا اینکه خب میرسه به زمان آقای امام حسن عسکری علیه السلام و در زمان امام هادی و امام عسکری مسئله شدت پیدا میکنه، این خیلی سازمان وکالت تقویت میشه، شبکه وکالت و معتمدین تقویت میشه و بعدم غیبت صغرام در واقع شدیدتر میشه. در غیبت صغرام میبینیم که بازم ارتباط مردم با امام قطع نیست مثل عصر غیبت کبرا. در غیبت صغرا چهار نفر هم جزء وکلا و نائبان خاص امام با امام ارتباط داره، ولی خب اون ارتباطی که مردم با امام جواد، با امام مهدی، با امام عسکری داشت، با امام زمان سلام الله علیه در عصر غیبت نداشتن، تا اینکه کم کم شدت پیدا کنه و یک دفعه خب امر خدا در واقع تصمیم و اراده خدا بر این میشه که غیبت کبرا در واقع به وجود بیایه و همه ما و عالم چشم انتظار آن روزیم که انشالله خدا به این غیبت لطف کنه، پایانی بده و عالم را با وجود مقدس آن حضرت و با ظهور آن حضرت منور و روشن کند. و این شد که سازمان وکالت یکی از مهمترین ادلهش آماده کردن مردم برای ورود به عصر غیبت. سپاسگزارم شما. خب جناب استاد، کلام ائمه معصومین علیهم السلام سر تا سر نور است. در پایان برنامه امشب خوب است قلوب مؤمنین را با کلام امام جواد علیه السلام منور بفرمایید. ما روایتی را از امام جواد صلوات الله علیه بخوانیم خدمت بینندگان محترم که هم در روز شهادت آن مولا قرار داریم و ثوابش هدیه میکنیم بر روح ملکوتی خود آن مولا و از آن حضرت استمداد میخواهیم که به همه ما و بینندگان محترم توفیق عنایت کند که آن حضرت را بیش از پیش بشناسیم، از آن حضرت تبعیت کنیم و توفیق زیارتش رو در دنیا و رسیدن به شفاعتش رو در آخرت هم داشته باشیم. روایتی است از امام جواد سلام الله علیه نقل شده، حضرت میفرماید که المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت احتیاج شدید داره. یکی توفیق من الله عز و جل و واعظ من نفسه و قبول من ما ینسه. مؤمن به هر حال در
به سه خصلت نیازمنده. یکی این که توفیق از طرف خداوند متعال. یعنی چی؟ یعنی ما همیشه باید دعا کنیم، هر کار انجام میدیم، کار خوب میخواییم انجام بدیم، از خدا توفیق بخواهیم و او را توفیق از طرف پروردگار عالم بدانیم. در واقع میخواد ما را متوجه کنه که کارهایی را که انجام میدیم، هر عمل خیر میخواییم انجام بدیم، بندگی کنیم، توفیق از آن پروردگار عالم، او به ما این توفیق را عنایت کرده و ما به این توفیق نیاز داریم و هر کاری انجام میخواییم بدیم و تصمیم میگیریم از خدا بخواییم توفیق عنایت کنه. میگه مؤمن به این احتیاج داره، به توفیق از پروردگار عالم. و واعظ من نفسه، و نصیحتگری از درون که او را نصیحت کنه. مؤمن به این احتیاج داره که به خودش فرو بره، فکر کنه، بیندیشه به وجودش کی هست. همونطوره که در روایت از حضرت امیر داریم، حضرت میفرماید سلام الله علیه، رحم الله امرا من عین فی عین و الى عین. خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، کجا هست و به سوی کجا ره سپاره و الى عین کجا میره. یعنی در تفکر و تدبر در نفسش، در خودش ببینه جوانیش، پیریش، مرضیش، بعد از چند سال ببینه بدنها خاک میشه، چیز نمیمونه، خودش رو نصیحت کنه. و واعظ من نفسه. و بعد حضرت میفرماید و قبول ممن ینصحه، و قبول نصیحت از کسی که او را نصیحت میکنه. یعنی مؤمن به این احتیاج داره. ما در روایت دیگری از آقای امام رضا ذکر شده، از آقای امام کاظم هم، که مؤمن وقتش رو چهار قسمت کنه. یک قسمتش اینه که حضرت میفرماید با معاشرت الاخوان و الثقات الذين يعرفون عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. یک قسمت وقت اختصاص بدین به معاشرت و رفت آمد با مؤمنینی که عیب های شما رو به شما معرفی کنه و در باطن شما رو دوست داره. این شما نصیحت، یعنی وقتی میگه عیب های شما رو به شما معرفی میکنه، شما نصیحت میکنه این کار نکن، این کار برای شما خوبه، این کار برای شما بده. میگه مؤمن باید این در واقع روحیه قبولی نصیحت از کسی که او رو نصیحت میکنه داشته باشه. این خیلی مهمه. و آقای امام جواد در کلام دیگر میفرماید چند نفر پشیمان نمیشه؟ یک کسی که مشورت بگیرد، یعنی از دیگرها در یک امری مشورت میگیره، اون نصیحتش میکنه خالصانه برای او توضیح میده که این کار برای شما خوبه یا بده. و مؤمن باید این حس و حال و روحیه رو داشته باشه که نصیحت دیگران رو بپذیره. سپاسگزارم شما جناب استاد. ان شاء الله که خداوند به ما توفیق بده تا این کلام حضرت را به گوش دل بسپاریم و عمل بکنیم. من گفته نمانه که پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری می باشد، مثبت 964-780-255-413. عزیزان سوالاتی داشتن، پیشنهاداتی داشتن، انشاءالله طرح بکنن و ما سعی میکنیم که در اسرع وقت پاسخگو به سوالات شما خوبان باشیم. همینجا برنامه ما به پایان میرسه و انشاءالله تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار شما باشه.